آقای دایی عزیز، بیایم اول سراغ این آب سنگین که فروش این آب سنگین به آمریکا مثل اینکه کلاف سردرگمی شده که مجلس سنا امروز میخواست به کلی موقفش کنه، اما مثل اینکه نگذاشتن. و این آب سنگین رو که فقط گویا به درد همین درست کردن آب ببخشید درست کردن بمب اتم این حرفا میخوره و روسا هم خیلی علاقمند هستن که این آب سنگین رو بخرن، این موضوع آب سنگین چیه؟ اولا که واقعش اینه که اصلا نه ارزش تجاری داره این چند 30 تن چقدر دقیقا یادم نیست چقدر آب سنگینی که جمهوری اسلامی، نه ارزش تجاری داره، هیچ ارزشی نداره که حالا مثلا دنیا له له یا تشنه یه همچه آب سنگینه. نه خیلی مثال بدم خدمتون، مثلا سانتریفیوژی که الان در ایران هست، آی آر وان و آی آر تو، یعنی جمهوری اسلامی ریپابلیک یا جمهوری اسلامی یک و دو، اینا دقیقه بوده پی وان و پی تو، یعنی پاکستان و پاکستان تو که از عبدالقادر خان گرفتن، مال دهه 70 میلادی که عبدالقادر خان اون موقع در شرکت یورنکوی هلند کار میکرده، این مدل اینها رو سرقت میکنه، میگریزه به پاکستان، اونجا غنی‌سازی را میزه که و سرانجام به بمب دسترسی پیدا میکنه. یعنی شما نگاه کنید به چقدر عقب مانده است که الان مثلا خود یورنکو که در هلنده الان سانتریفیوژی که دارن ده ها برابر سریعتره. الان کشورها، خیلی کشورها غنی‌ساز، کشورهایی که غنی‌سازی میکردن، نمیدونم 16 کشور یا 18 کشور دیگه به صرفه نیم، میفرستن بعضیش روسیه، میفرستن فکر کنم تو هلند همین یورنکو و یه جای دیگه هم هست میفرستن، برای اینکه اینقدر پیشرفتن، اینقدر اینها در تکنولوژی پیشرفتن دیگه برای این کشورها صرف نمیکنه. که حالا میرسیم به آب سنگین، که این راکتور آب سنگین عراقی که جمهوری اسلامی از چین گرفت و راه انداخت، که فقط هم به خاطر این بود که چون عرض کردم اون بارم برای اینکه سوخت بمب اتم بسازن، یه راهش اینه که سوختش اینه که چون مهم سوخته، چون یک بمب یکی به اصطلاح انفجارشه، چاشنی انفجاری باید مثلا انفجارش رو حل بکنن، یکی هم حملشه که حالا موشک‌های دوربرده باید کلاهک باشه که سوار بشه رو موشک، ولی مهمترینش که 70-80% سختی کاره سوخت بمبه، که بالاخره سوختش از کجا میاد، این چیه که باید منفجر بشه تا بشه بمب. از دو مسیر هست، یکی اورانیوم رو میگیرن از معدن که به صورت سنگه روش یه کارهای شیمیایی میکنن میفرستن، بعد به صورت گاز هگزافلوراید در میارن، بعد میفرستن تو سانتریفیوژا این رو خالصش میکنن. خالصش چه بکنن؟ اگه 3.5 تا 5% باشه برای مصارف صنعتی تولید برق نیروگاز، اگه 20% مثلا باشه میشه راکتور آزمایشگاهی، اگه تا 90% خالص بکنن اون اورانیوم غنی شده 90% میشه سوخت بمب. این مسیر اوله، یعنی اورانیوم غنی شده. مسیر دوم که هم کره شمالی رفت دنبالش، هم جمهوری اسلامی هم میخواست بره و راحت تر هم هست از اورانیوم، چون یه تأسیسات میخواد فقط، اونم اینه که آب سنگین راکتور آب سنگین هستش استفاده میکنن به جای آب سبک. و خوبیش اینه، یعنی راحتیش اینه که اورانیوم به جای اینکه غنی کنن و مشکلات سانتریفیوژن، اورانیوم رو از معدن که میارن چند تا کار ساده شیمیایی میکنن، اورانیوم معدن رو میدن به این راکتور، از پسمانده های این نیروگاه آب سنگین پلوتونیوم میگیرن که اون پلوتونیوم رو میتونن به عنوان سوخ استفاده بکنن، یعنی مسیر پلوتونیوم. حالا این راکتور جزو برجام که اون برای من یادم رفته بود یکی از هموطنان پرسید که بعد برنامه جامع اقدام مشترک یا جوینت کامپریهنسیو پلان آف اکشن، این برجام، طبق برجام باید تکلیف این آب سنگین عراق رو معلوم میکردن. یه نکته بگم خدمتتون، ببینید چقدر اینها ضد ملی هستن. یادمه که در 1385، شما تصور فرمایید 10 سال پیش، یه مناظره بود در دانشگاه گرگان بین مصطفی تاج‌زاده که معاون وزارت کشور محمد خاتمی بود و رئیس حزب مشارکت، با الیاس نادران
که نماینده مجلس بود و از فرماندهان سپاه. صحبت اونجا شد که خود تاجزاده گفت در زمانی که روحانی رئیس شورای امنیت، سخنگوی شورای امنیت ملی بود و به اصطلاح مذاکرات هسته‌ای رو بین سالهای 2003 تا 2005 پیش می‌برد، اینها صحبت کردن که آقا این آب سنگین رو تعطیل کن جمهوری اسلامی. اینا هم گفتن موقتا تعیین میکنه. وقتی احمد نژاد اومد خود تاجزاده گفت و به ایران پیشنهاد دادن که شما آب سنگین عراقتون رو تعطیل بکنید، اروپا تضمین میده که 4 تا راکتور آب سبک به جای اون بهمون بدن. اینا قبول نکردن، 10 سال تحریما رو به جان پذیرفتن. حالا چی شده؟ توی اون اصلش یعنی راکتور رو در آوردن، بتون ریختن، این آب سنگینایی هم که تولید میکردن که بتونن برای راکتور استفاده بکنن که راکتور بچرخه، اینا رو دستشون مونده. طبق برجام باید از دست این آب سنگینا خلاص بشن طبق برجام. حالا قرار بود اینا رو بفروشن، سنای آمریکا مخالفت میکنه. امروز هم دوباره یه طرحی برده بودن که جلوگیری کنن که موفق نشدن. سناتورها میخواد بالاخره یکی باید بخره این رو، ارزشی هم نداره، نه 20 میلیونه چقدر کل مبلغه، ولی طبق برجام باید ازش خلاص بشن. مانع اصلی هم بر سر هیچ چی نیست، یعنی اینکه مثلا حالا بگیم برخی از تحریم ها به خاطر همین آب سنگین معلق مونده، نه این خبرها نیست. بالاخره باید این مسئله رو حل بکنن و حل هم میکنن. رو دست جمهوری اسلامی مونده مثل اون چند هزار 9000 کیلو فکر کنم اورانیومی که بعد از این همه سال غنی کردن که اینها رو فرستادن به خارج، این رو هم باید تکلیفش مشخص بکنن. خب داشتم مقاله از شما میخوندم در مورد این 2 میلیارد دلاری که دولت یعنی قاضی آمریکایی اعلام کرده که باید به خانواده های اون واقعه چیز بیروت بدن و دولت ایران، یعنی البته آقای روحانی اعلام میکنه که اون چه که مشکل پیش آمده از دولت قبلیه و دولت قبلی هم آقای احمدی نژاد هنوز جلوی دوربین میاد و اون چهره زیباش رو با لبخند تزیین میکنه و معلوم نیست که تکلیف پولا چی بوده و چه بلایی سر پولها آوردن. اما اخیراً میشه که آقای روحانی اعلام کرد که میخواد به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت کنه در این باره که پولش رو بگیره. اگر دادگاه آمریکا رأی داده به یک مسئله، آیا دیوان لاهه میتونه اینو احتمالاً موقوفش کنه؟ اولاً آمریکا کلاً هیچ دیوان داوری بین‌المللی رو به رسمیت نمیشناسه. برای اینکه جمهوری اسلامی بره از آمریکا شکایت بکنه، باید آمریکا موافق باشه که مثلا مثل قرارداد الجزایری که اینها بستن بعد از گروگانگیری، پایان گروگانگیری، که برن دادگاه لاهه مسائلشون رو حل و فصل کنه که نتیجه اون دادگاه لاهه چی شد. 2.5 میلیارد دلار جمهوری اسلامی خسارت داد به شکایت افراد خصوصی و غیر خصوصی آمریکایی، یعنی کلا باخت. حالا اتفاقا همین که تردید داره، یعنی حرفای توخالی که اینا میزنن و شعار میزنن و خیلی نباید جدی گرفت در جمهوری اسلامی. این حرفی که روحانی زده که ما میریم از آمریکا شکایت میکنیم به دادگاه بین‌المللی، این به شرطی که آمریکا بپذیره. اگه دو طرف بپذیرن برن اونجا، خب این خطر برای جمهوری اسلامی که بیشتره، که چون که کلی الان نزدیک 40 تا 50 میلیارد دلار دریافت خسارت میخوان قربانیان جمهوری اسلامی در آمریکا. خب اگه برن اونجا به دادگاه بین‌المللی، اگه دادگاه بین‌المللی بیاد این شکایات رو بخواد بررسی بکنه، بالاخره شما وقتی که پذیرفتی دو طرف حکمیت یه نفر رو، یه دادگاهی رو، اگه ببازی چی؟ یعنی خطرش برای جمهوری اسلامی که گزافه. بنابراین زیاد نباید اینو جدی گرفت. دومم این که این در این داستان بانک مرکزی جمهوری اسلامی یه طرف قضیه بود در آمریکا. یعنی شکایت کرد به دادگاه فدرال، بعد به دیوان عالی رفت، یه طرف داستان بود. یعنی به همین ترتیب حکمیت دادگاه اینجا رو پذیرفته بود و باخت. حالا بخواد بره یه دادگاه دیگه بالاتر از این دادگاه بین‌المللی که آمریکا قبول نداره رو، اگه آمریکا بپذیره، باز ممکنه همین تکرار بشه. بنابراین نباید جدی گرفت. اما آنچه که جدی این وسط اینه که
اصلا صحبت 2 میلیارد نیست، صحبت اینه که این داستانی که پیش اومده، عرض کردم اون بارم موسویان که در همه آمریکا هستش که برای جمهوری اسلامی کار میکنه در اینجا، گفته بود اگر ما این مسئله که الان جمهوری اسلامی خیلی از معاملات تجاریش مونده، الان 50 و خورده میلیارد دلار تو بانک‌های خارجی نمیتونه برگردونه ایران. چرا؟ چون نمیتونه از دلار استفاده بکنه در معاملات و این خیلی مشکلات برایش ایجاد کرده. دلار هم برای اینکه بتونن یه معامله به دلار انجام بشه، حتی تبدیل بکنن، که توضیح داده بودی که کارشناسان حکومت گفتو حتی شما بریم به روپی نفت بفروشیم، بالاخره اینا نفت رو اگه حساب بکنن به صورت تو ذهنش حساب نمیکنه. بانک‌های بین‌المللی اینجوری نیست که مثلا بگن حالا نفت مثلا 39 دلاره ما تبدیلش میکنیم تو ذهنمون رو ماشین حساب میشه مثلا 31 یورو، پس اینجوری که حساب نمیکنن. بیمه ها، بانک‌ها، کشتیرانی ها، اینا همه رو به دلار حساب میکنن، بعد به ارز خارجی تبدیل کنن. همین حساب به دلار و تبدیلش، این میشه یه فعل انفعال بانکی به دلار. این جمهوری اسلامی تحریمه. حالا اگه بخوان تحریم رو بردارن، یعنی پول های جمهوری اسلامی و به اصطلاح یه طرف هر معامله که جمهوری اسلامیه، این پول بخواد دلار استفاده بشه، از سیستم بانکی آمریکا استفاده بکنه، چون دلار مال آمریکا، سیستم بانکی آمریکا. الان 40 50 میلیارد دلار دریافت غرامت از طرف قربانیان آماده خوابیده تو آمریکا به غیر از این 2 میلیارد دلار. کافی کوچکترین پول جمهوری اسلامی از سیستم مالی آمریکا بخواد عبور کنه، میگیرن، ضبط میکنن. یعنی ببینید چه مصیبتی برای جمهوری اسلامی ایجاد شده، چه مصیبتی. این حکم دیوان عالی اثراتش ده ها سال خواهد بود. یعنی اگه این حکومت هم سقوط بکنه، که امیدوارم هرچه زودتر باشه، بالاخره این شکایات که ابی نمیره که. حالا این حکومت بعدی یه حکومت مردمی هم که باشه، بالاخره باید اینا رو حل و فصل بکنه. اینا هست سر جاش. بالاخره این همه آدم کشته. جمهوری اسلامی همه رو افتخار کرده. الان شنیدم که آقای حکمتی که یکی از زندانیان ایرانی آمریکایی بود در زندان، رفته شکایت کرده به خاطر شکنجه. خب حقش هم رفتن در ایران گرفتن زندگی یه نفر نابود میکنن، شکنجهش میکنن. حالا تو جمهوری اسلامی که کسی نمیتونه به عدالت شکایت بکنه دست این حاکمان، که چه به سر مردم میرن. حالا اینکه اومده آمریکا که میتونه شکایت بکنه. منظور من اینه که این حرفایی که اینا میزنن، حرفی که روحانی تو کرمان سخنرانیش کرده، رجزخانی که من نمیدونم این پولو میگیرم میریم دادگاه و به همت و مولا و نمیدونم چی، از این حرفا زیاد زد. اینا یه بخش زیادیش حرفای توخالیه برای اینکه این مردمی که این همه اینا رجز میخوندن که ما ملوانای آمریکایی رو نمیدونم چه کردیم، ما پوزه آمریکا رو به خاک مالیدیم، از این حرفا زیاد میزنن و میزنن هر روز موشک هوا کردیم دو تا. میبینن که اینا پولای خودشون که خارجی که نمیتونن بیارن، 2 میلیاردش هم که تو آمریکا بوده گرفتن، بقیه‌اش هم اگه باشه میگیرن. خب این حرفایی که میزنه روحانی بخش زیادیش میخواد دل و جرأت بده، روحیه بده به این آدمای وارفته خود حکومتی. بنابراین جدی نباید گرفت آقای کاردان. خب قبل از اینکه بریم به طرف وقایع سوریه و جنگ جمهوری اسلامی در اون ناحیه، من یه موضوعی برام یه خورده همچین تعدادی علامت سوال جلو بشه. نقش روحانی و نقش خامنه ای با همدیگه یک جورایی نمیخونه. مثلا اول این روزا آقای خامنه ای بیشتر راجع به مسائل خیلی پیش و پا افتاده که به ترکیه نرین، نمیدونم انگلیسی یاد نگیرین، صبح بلندشین نمازتونه بخونین، نخوابین زیادی، نمیدونم یه مسائلی داره برخورد میکنه که خیلی به اصطلاح پیش و پا افتاده است. هر چیزی هم که این آقای روحانی میگه، این آقای خامنه ای یه جور دیگه میگه. مثلا در مورد اون خانم خالقی بود که میخواست وکیل شده بود، نفر سوم اصفهان بود و شورای نگهبان گفت باطله. آقای روحانی اومد گفت شورای نگهبان حق نداره بگه باطله، این نمایندگان مجلس هم که باید اونجا تصمیم بگیرن و اینا. گفتن یک شورایی میاد نتیجه گیری میکنه، نتیجه رو به رهبری میده، اما شورای نگهبان گفت آقا همین این که هست، ما همه چیز میگیم، اینجا اون مجلس کاری نیست. و این خانم رو به جرم اینکه عکسای پیدا شده که
این خانم داره با یه مرد دست میده. خیلی مهمه، یعنی چه جنایت بزرگی مرتکب شده این زن بیچاره که با یه آقای دست داده. البته میگه این عکس ها همه قلابیه و درست کردن اینا. بین این آقای روحانی و این آقای خامنه ای چی داره میگذره؟ یعنی یه جنگ درونیه؟ مثلا زمان احمد نژاد اینطوری نبود. احمد نژاد هر کاری دلش میکرد میخواست میکرد و این میومد بغل دست خامنه ای هم میشست و اینطوری این کلش کج میکرد، اونم دست به سر این میکشید. ولی مثل این که این آقای خامنه ای دستی به سر این آقای روحانی نمیکشه. عرض کنم که خب تفاوتش اینه که بالاخره در این حکومت تو این 36 ساله دو جناح اصلی هست، یکی جناح خامنه ای و سپاه و روحانیت سنتی و غیره که اینا جناح راست بهشون میگن، یکی هم جناحی که معروف شده بالا به اصلاح طلب، معتدل، پراگماتیست، اسامی مختلف میزن روش که در رأسش رفسنجانی، حالا روحانی و خاتمی و اینا هم همش توی این مجموعه هستن. دعوای به اینها واقعی هم سر یه چیزای اساسی با هم اختلاف دارن، ولی در چارچوب نظامه. این که خب از دو طرف پشتبان نباید بیفتیم، یکی این که فکر نکنیم این دعواها جدی نیست، یعنی شوخی بگیریم، فکر کنیم شوخیه، همش زرگریه، نه، دعواها جدیه. از طرف دیگه هم فکر نکنیم حالا جدیه مثلا جناب روحانی یا رفسنجانی حرفایی که میزنه که آزادی بدید و نمیدونم فلان و از یه نماینده دفاع میکنه روحانی، یه دفعه مثلا طرفدار دموکراسی و رأی مردم هم. نه خیر، در چارچوب نظامه، اینا در چارچوب همون سیستم خودشون اینا با هم اختلاف دارن. حالا اختلاف سر ده ها چیز هست، دو چیز اصلی سر اختلاف دارن، یکی سر مال مردم، لحاف ملا کدوم سهم بیشتری داشته بشن. آقا یه قرن دوزار که نیست، مملکتی که رو دریای نفت و گاز خوابیده و این همه قارتگر داره، همه هم دارن میچاپن. بالاخره دعوای بخشش مهم اینه که هر کی بیشتر در چرخه دولت و دستگاه ها باشه بیشتر به جیب میزنه. خب یه مقدار دعوا بر سر اینه که جناهای خودشون سر کار باشه. دعوای دومش هم اینه که الان خیلی جدی تر شده، وقتی وضع حکومت خراب میشه که الان هم هست، خودشون میگن عمیق‌ترین بحرانیه که توی 36-7 سال گذشته، یعنی بعد از انقلاب تا کنون داشتن و شکستن به معنای کامل، همه بانک‌ها بدهکار، دولت به بانک‌ها بدهکار، 70-80% واحدهای صنعتی خوابیده، درآمد ارزیشون شده 1/4 و و و و. خب وقتی این مسائل و اینها پیش میاد، بالاخره این دو جناح اصلی دنبال راه چار میگردن، راه نجات، نه نجات مردم، نجات نظام میگردن که ما چیکار کنیم که نارضایتی های مردم رو یه کاری کنیم به شورش منجر نشه. مثلا چه سوپا به اطمینانی بدیم، چیکار باید بکنیم. اینجاست که دو مسیر در مقابل هم قرار میگیره، مسیر خامنه‌ای و سپاه که حرفایی که میزنه که هیچ کدوم در عمل هم شکست خورده، درگیری بیشتر با آمریکا، تنش بیشتر با آمریکا، اقتصاد مقاومتی از این حرفا، دخالت‌های بیشتر منطقه‌ای. جناح رفسنجانی اینا حرفایی که میزنن کاهش تنش با آمریکاست و در داخلم میگن مردم سالاری دینی. حالا مردم سالاری دینی یه شترگاف پلنگه که فقط خود آخوندها میفهمن یعنی چی. در دستگاه حکومت مردم سالاری دینی دموکراسی نیست. یعنی اینا میگن به جناح ما و چند تا جناح‌های خودی بیشتر اجازه رقابت بده که مردم رو اینجوری بکشونیم بیشتر تو بازی، این نارضایتی‌ها به مسیرهای غیر قابل بازگشت نره، خارج از سیستم نره. این رو چوشتن مردم سالاری دینی. به سیاست خارجی هم که میرسه خواهش خان تنش با آمریکا هستن، ولی در منطقه معلوم نیست واقعش اینه که رفسنجانی روحانی خواهان مثلا خروج از سوریه هستن، خواهان اینن که کمتر دخالت بشه. بعیده حرفایی که روحانی در کرمان در دفاع قاسم سلیمانی زد و تعریف و تمجید کرد نشون میده که نه، در این مسئله زیاد تفاوتی با ولی فقیه به نظر میسه ندارم. بنابراین در یک کلام اختلافات جدی است، اما در چارچوب نظامه، سر دو چیز دعوا، یکی سر مال مردم، دوم سر این که با کدوم راه میشه نظام رو از سقوط نجات داد. ممنونم از لطف و محبتتون. اجازه بدید که قبل از اینکه بریم پیام ها رو با هم دیگه ببینیم، یه نکته الان به نظرم اومد. یکی از دوستان من
خیلی محکم معتقده که در منطقه خطر جنگ وجود داره، جنگ شیعه و سنی، و یک دلایل ویژه‌ای میاره که به هر حال دلایل خود ایشونه. از جمله میگه همین مدتی پیش که گروه مخالف جمهوری اسلامی در جنوب که میخوان ایران رو تجزیه بکنن، که قسمت جنوب ایران، قسمت زرخیز ایران، یک قسمت عربی است، چون به زبان عربی ادعی صحبت میکنن، تشکیلاتشون رو در کشور کویت انجام دادن. و کویتی که همیشه یک کمی آسه میرفته و آسه میومده، حالا اون مخالفین رو راه داده. همینطور در بسیاری از مسائل دیگه، مثلا معتقده که این بگیر و ببندایی که اخیرا شروع کردن، که میگن که سختگیری در مورد حجاب و در مورد مهمانی ها و غیره و غیره، مقدماتی دارن درست میکنن برای جنگ. به نظر شما آیا جنگی بین شیعه و سنی، یعنی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی، میتونه انجام بشه؟ عرض کنم که ببینید، به اعتقاد من خاورمیانه، اونطور که اکثر کارشناسان میگن در آمریکا، اونایی که سالیان سال خبره مسائل خاورمیانه بودن، خب اولا خب انقدر بحران ها تو در تو و لایه در لایه است که واقعش اینجوری نیست که هر کسی به روشنی تمام مسائل رو ببینه و بتونه آینده رو پیش بینی بکنه. این خبرها نیست واقعا. ولی اونچه که مسلم اینه که بالاخره خاورمیانه بعد از دوران جنگ سرد در دهه 90 که اتحاد جماهیر شوروی هم پاشید، میتونست به یک به اصطلاح تعادل جدیدی برسه. اون به اصطلاح نظم قدیمی که بالاخره در چند دهه بود از بین بره، یه نظم جدیدی بیاد، دموکراسی بیاد، همون که در آمریکای لاتین شد. واقعش اینه که در آمریکای لاتین در زمان جنگ سرد گروه های چریکی چپ بودن، دیکتاتوری های نظامی طرف با همکاری آمریکا بودن، شکنجه، اعدام، سرکوب و و و بود. ولی بعد از جنگ سرد دیدید بدون خونریزی آرام این انتقال انجام شد. الان تمام این کشورها اکثرا دموکراسی هستن و مسئله‌ای ندارن، خیلی با آرامی این تحول انجام شد. در خاورمیانه خب اینجور نشد، بعد از جنگ سرد این عمل انجام نشد در دهه 90 میلادی و بعد 2000 آمریکا به عراق حمله کرد. حالا دلایلش مختلف، ولی تمام این تضادهایی که نزدیک به 100 سال در خاورمیانه بوده، چه بعد از جنگ جهانی اول که تقسیم شد این کشورها به وجود اومد، چه بعد از جنگ جهانی دوم و بعدش جنگ سرد، کلی تضاد و مشکلات در این منطقه بود که میتونست با آرامی به سمت حل بره، آرایش جدیدی بشه. خب این تضادها یکی دوتا که نیست، یکی اصلی ترین این تضادها تضاد مردم هر کشوری با حاکمانشه. یعنی در اکثر این کشورها دموکراسی نیست، حکومت‌ها از حکومت‌ها مردمی نیستن و مردم در فقر و مشکلات و عدم وجود آزادی رنج می‌برن. برای من این اولین مشکله. ولی این تنها نیست، مشکلات دیگری هم در درون همین کشورها هست. یکیش مسائل قومیه، خب مثلا کردها، مسئله کردها، اقوام در همین کشورها هست. مسئله بعدی سنی و شیعه است. این اختلاف بوده سالیان سال، دهها بوده، ولی چون کل خاورمیانه ناآرامه و این تضادها هیچ کدوم به سمت حل نرفته، هر کدوم از این مشکلات، مثل مسئله کردها، مثل سنی و شیعه و اینها به جنگ و خونریزی داره میکشه. مسئله جمهوری اسلامی با عربستان فقط شیعه و سنی هم نیست. جمهوری اسلامی واقعش اینه که روزی که اومد مسئله زیادی هم با سنی نداشت، به شرطی که سنی ها هم تابعش باشن. نمیمدن بگه ما فقط شیعه هستیم، تکیه نمیکرد، چون اقل بخواه شیعه در جهان اسلام اقلیته. اینا میومدن کشورهای عربی و غیره رو میگفتن اسلام آمریکایی، نوکر آمریکا، آل سعود آمریکایی، و اینها تا جایی که لفاظی بود و بسیار تبلیغات بود خب عربستان تحمل میکرد. ولی واقعش اینه که بعد از حمله آمریکا به عراق و آرایش منطقه که تغییر کرد، جمهوری اسلامی بالاخره بخش جنوبی عراق نفوذ قابل ملاحظه‌ای با توجه به گروه مسلط داره، یعنی در شرق عربستان مرز باز کرده، یمن رو هم داشت میخورد جمهوری اسلامی که از جنوب یه مرز نظامی باز بکنه، و همون کاری که با اسرائیل کرده که از غزه و از لبنان و الان هم از تپه‌های گولان، بلندی های گولان داره جا
جبهه باز کرده علیه اسرائیل، میخواست علیه عربستان هم این کارو بکنه. یعنی به طور جدی جمهوری اسلامی تهدید امنیتی و تهدید بقا برای این کشورات، این کشورها به مقابله برخواستن. بنابراین فقط شیعه و سنی نیست، شیعه و سنی میتونه محملش باشه، میتونه پوشش قضیه باشه و بهانه ای باشه برای این درگیری ها. واقعش اینه که من اعتقاد دارم دفاع از عربستان به هیچ وجه نمیکنم، نه از سیستمش، نه از رفتارش، نه از کاراش در منطقه. ولی به اعتقاد من اگه بخوام مقصر اصلی تشخیص بدیم، این جمهوری اسلامیه که با ده ها گروه مسلح و از لبنان تا یمن که خودش هم افتخار میکنه و الان حضور نظامی گسترده در سوریه، این جمهوری اسلامیه که امنیت و بقای این کشورها رو تهدید میکنه و اینها رو به واکنش واداشته. واقعش اینه که عربستان خواهان رابطه بود و تا یکی دو سال قبل اصلا جرأت نمیکرد، اصلا همش دنبال مصالحه بود، هر چی هم میگفتن کاری نمیکرد. این رفتار جمهوری به اعتقاد من که دلایلی که اصلا ملک سلمان اومد و مدیریت در عربستان عوض شد، دلایلش رفتارهای جمهوری اسلامی بود که باعث شد که کسانی در عربستان قدرت رو به دست بگیرن، خواهان برخورد جدی با جمهوری اسلامی هستن. از اول میگفتن که اصلا جمهوری اسلامی در سوریه نمی جنگه، تعدادی کارشناس فرستاده، ولی همینطور مرتب جنازه می آوردن. چه خبره در سوریه آقای دایی عزیز؟ عرض کنم ببینید، مشکل جمهوری اسلامی اینه که دخالت نظامی مستقیم کنه. هیچ کشور دیگه ای الان نیست که روزی چند تا تشییع جنازه در کشورش بشه کشته های سوریهش ببره. تنها کشوری که دخالت نظامی مستقیم و غیر مستقیم، یعنی هم خودش دخالت میکنه هم گروه های دست ساخت خودش حمایت نمیکنه، مثلا حالا بگیم عربستان یه گروه حمایت میکنه، اینا دست ساخت جمهوری اسلامی هستند. حزب الله لبنان و این فاطمیون افغانی که نزدیک 10,000 نیرو هم، اینا یه تیپ ابوذر بود در زمان جنگ ایران و عراق، اینو درست کرد سپاه پاسداران. سپاه پاسداران افغانی های مهاجر رو اکثرا اینا رو برد تیپ ابوذر درست کرد، اون تجربه رو گرفته فاطمیون درست کرده، خرجشون رو میده، همه چیشون رو میده. جمهوری اسلامی رفته در اون طرف دنیا، رفته تو سوریه داره کشته میده، درست؟ توجیهش برای مردم ایران سخته که آقا مملکت تو برای چی داری کشته میدی، اینقدر خرج میکنی، سالی چند میلیارد خرج سوریه میکنی؟ چون توجیهش سخته میپوشونن، میگن ما مستشاریم. یعنی چی؟ یعنی رفتیم اونجا کمک فکری میدیم، همشون مسلح در جنگ کشته میشن ببانند. برای توجیهش هم اول اومدن، اولی که واقعش اینه که وقتی بشار اسد سال 2011 داشت سقوط میکرد، وقتی جمهوری اسلامی سپاه قدس و حزب الله و اینا دخالت کردن، اول بحثشون چی بود؟ بحثشون این بود که دو تا چیز رو مطرح کردن با دو مخاطب. یکی مخاطب به اصطلاح آدم های مذهبی بود که حرم حضرت زینب شیعیان رو بریم که حرم حضرت زینب رو خراب نکن، مدافعین حرم که مولا میگن مدافعین حرم یعنی حرم حضرت زینب و حضرت رقیه اینجا خراب نشه. اوکی، این برای جذب نیرو بود. بعد منم گفتن نه، ما از سوریه که حمایت میکنیم برای اینکه سوریه محور مقاومت، مقاومت در مقابل چی؟ مقاومت در مقابل صلح با اسرائیل، اصلا جبهه مقاومت و امتناع و اینا درست شده برای جنگ با اسرائیل، و چون سوریه یه بخشیشه ما میخوام این محور مقاومت رو حفظ بکنیم. ولی اینا برای مردم ایران کافی نیستش که آقا داری میری پول مردم رو میری اونجا خرج میکنی، کشتی میدی، ما رو وارد یه جنگ کردی برای چی؟ اومدن یه دکان دیگه باز کردن از که از سال 2014، یعنی 3 سال بعد از گرفتن اونجا، موقعی که داعش به وجود اومد مسئله داعش رو مطرح کردن، گفتن داعش، ما با داعش میجنگیم، اگه نریم با داعش بجنگیم و تو مرزهای خودمون بجنگیم. شروع کردن تو خارج هم این رو تبلیغ کردن که ما داریم برای امنیت مملکت میجنگیم، در صورتی که این کسایی که میرن کشته میدن این پاسدارا، جالب اینه که تو این شبکه‌های خودشون که این ویدیوها اینا رو پخش میکنن، یک دونه شون صحبت از وطن و ایران نمیکنن، که صحبت از جنگ با آمریکا و دفاع از حرم زینب و شیعه در مقابل سنی و این صحبت ها میکنن، اصلا صحبت ایران نیست. اینا رو برای مصرف توجیه مسئله به مخصوص داخل خارج کشور درست کردن.
که ما برای وطن اگه نریم تو سوریه بجنگیم، خب اگه این استدلال باشه که همه کشورها هند و پاکستان و ترکیه هم باید لشکر بکشن که اگه ما نریم اونا میان تو مرز، میان تو کشور خودمون. چون نمیتونن توجیه بکنن با اون کشته ها و دخالتشون، اول میگن مستشار و بعدم پنهان میکنن. واقعش اینه که اینا به خصوص الان ارتش رو هم وارد کردن و مردم ایران وظیفه دارن، همه کسانی که به خصوص در رسانه هستن وظیفه دارن اینو بگن. آخه راجع به هسته‌ای که ما هیچی نگفتیم، 6 سال جنگ با عراق و بیهوده ادامه دادن، گروگانگیری اون کردن، تمام این کارهایی که مملکت رو نابود کرده، این یکی از همه مهمتره. ما شاید نبینیم تو دنیای عرب چه میگذره. این حلب تو این چند هفته ای که کشتار کردن، بیمارستان رو زد بشار اسد داغون کرد، در نفرتی که در کشورهای عربی الان از جمهوری اسلامی و از ما ایرانی ها خواهد شد، ما باید تاوانش پس بدن. مثل این داستان 2 میلیارد دلاره تا ابد باید ایرانی ها تاوانش پس بدن. این کار جنایات که جمهوری اسلامی در منطقه میکنه، این رو باید نسلن در دست مردم ایران باید تاوانش پس بدن. حتی مخالفت ما به دلیل همین چیز هاست. کاری که اون حکومت با محیط زیست مملکت کرده، با اقتصاد کشور کرده، با اخلاق کرده در جامعه، همین کاری که با هنر کرده، به این خاک سیاه نشون دادش که یک کتاب کسی میخواد بنویسه با ترس و لرز، و یا ننویسه، آواز زنانتونم بخونن، بزرگترین استاد آوازمون رو ممنوع کنسرت بکنن، اون ارکستر سمفونیک ما، اون تئاتر ما، سینما جای سلحشورها باشه. ببینید این فاجعه است. یعنی این حکومتیه که من فکر کنم وقت که رفت تا دهه ها و دهه ها تازه مردم بفهمن چه فاجعه ای بر این حکومت نازل شد. واقعا چه کرد الان ما نمیبینیم، نابود داره میکنه همه چیز رو. ببینید آخوند دو راه داشت، یا بعد خودش رو مطابق جامعه میکرد وقتی که اومد و بعد سقوط میکرد، یعنی مردم که نمیخواستنش، با سرکوب سعی کرده جامعه رو بکشه پایین، همسط خودش بکنه، بکنه جامعه مداحان، روزخانها، جامعه سیاه پوشان، جامعه عزاداران که خوشی نباشه، هنر و موسیقی نباشه. این فاجعه است. حالا وقتی خداشون بحث میکنن میگن چاهای نفت داره همه به میره، آب در مملکت دیگه نی، خوزستان داره نابود میشه، درش ارومیه خوش، همه اینا هست، ولی آنچه که با فرهنگ داره انجام میده، من چند دهه طول میکشه تا ما بتونیم آثار این حکومت رو نسل‌های بعدی پاک بکنن. بله، به بعد من با بسیاری از دوستانمون در ایران در تماس هم که بیشتر کارهای نمایشی انجام میدن، تئاتر انجام میدن، نمایشی رو که ماها اولا متنش رو چندین بار فرستادن و آدم هایی که اصلا اطلاعی از هنر تئاتر ندارن سانسورچی این متون هستن. خب بعد از اینکه بالاخره با کشتی گرفتن و خواهش و تمنا و اینا متن رو تسبیب کردن و ماها نشستن تمرین کردن، یک هیئتی آمدن تو سالن به لباس زن بازیگر ایراد گرفتن، گفتن از فردا تعطیل. یعنی کاری رو که ماها یک عده بازیگر تمرین کردن، میدونید که یک نمایش به راحتی روی صحنه نمیاد، بعد از نوشتن و بعد از همه این کارها ماها باید تمرین بشه، بازیگران وقت بگذارن، به قول برای بچه‌ها جا بیفته و همه اینا که بیارن. بعد یه نفر اومده گفته لباس این خانم خوب نیست، تعطیل. حتی نگفته لباسش عوض کنید، گفته تعطیل. و بسیاری از نمایشنامه هایی که نویسندگان خارجی نوشتن، مثلا برشت یا مثلا ادوارد آلبی یا غیره و غیره، همیشه فکر میکنن سانسورچی ها یه چیزی این تو هست که نمیفهمن و تنها راهش اینه که به کلی تعطیلش کنن. نظر شما چیه؟ بله، عرض کنم که یه چیز جالبی که حتی آقای کاردان عزیز اینه که در ورای حالا مثلا روحانی و ظریف در خارج اینقدر لبخند میزنن، حکومتشون معتدل جلوه بدن. شما نگاه کنید سفری که روحانی کرد به ایتالیا، خب بالاخره حالا سوای نیویورک که میرم، اولین سفر خارجیش به اروپا بود دیگه، قبل از فرانسه.
این همه تبلیغ مدرس، معتدل، اصلاح طلب، مدرن، امروزیه، بله نسبت انگلیسی بلده که معلوم شد بلد نیست دیگه، آکسفورد مثلا درس خونده، همین رو که بردنش موزه، موزه ایتالیا، بکنید آثار هنری 2000 ساله ای که هر کسی باید حسرت داشته باشه بره ببینه. بله حالا خودش به هیچی مهم نی، نمیخواد ببینه اصلا، براش مهم نی، اصلا عقلش نمیرسه، اصلا ذوقش نداره که این بله مجسمه ها رو ببینه. بگیر رو مجسمه ها رو بپوشونین، حالا نرو موزه. آخه کی گفته تو بری موزه که آبروریزی بکنی؟ میخوام بگم اینقدر اینها عقب مانده. آخ حکومت آخوندی، به من یکی از یه بار یه برنامه تلویزیونی صدای آمریکا رفته بودم، این مسئولش من گفت چرا هی میگه آخوند؟ گفتم آقا آخوند، گفتم چی بگم؟ گفت بگو ملا. گفتم ملا که یعنی عالم و کلی زر اینکه گفت نمیدونم بگو چی چی. گفتم بابا آخوند مجموعه ای از معانیه، آدم دروغگو، شیاد، عوام فریب، و واقعا آخوند که میگی میکیش هم همینه، اصلا تناسبی با هنر و ذوق هنری و درک هنری نداره که پاشی بری ایتالیا تو موزه. حالا نمیخواد بری، حالا رفتی بگی رو مجسمه هایی که شاهکار هنری میراث فرهنگی جهانه رو روش بپوشونن. شما ببینید برای خواسته اینجا رد بشه، دستور داده که رد میشن پاراوان بگذارن جلوی مجسمه ها، در صورتی که من چون خودم حرفم همینه، بزرگترین کاری رو که یک هنرجو انجام میده بهش میگیم آناتومی، یعنی شناخت بدن انسان، یعنی باید بتونه بدن انسان رو به زیبایی طراحی کنه، اندازه ها رو بدونه، و اونجاست که تازه آشنا میشه با انسان که بعدا بتونه تابلو بکشه. نمیخوام وارد مسائل هنری بشم. آقای دایی عزیز ممنونم از لطف و محبتتون، و هر آیش. بار که در برنامه ما هستین از وجودتون سیر نمیشم، برای اینکه استفاده میکنیم از شما، و شما هم در بین کسانی که در جزء مهمانان های برنامه های مختلف هستین یکی از محبوب ترین ها هستین، و از این بابت هم بهتون تبریک میگم.